امانند بسیاری از بخش‌های جهان، در اینجا در ولایت نیمروز افغانستان نیز این مردان گرد آمدند و آنچه را که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد از صفحه تلویزیون دنبال می‌کنند. اگر کشورهای دوستن یا دشمنن، چشم دوختن به انتخابات آمریکا که باش، نتیجه انتخابات به کلان سمت میره. اکثر مردم جهان پیگیری میکنه به اینکه چه کسی در این انتخابات کامیاب و برنده خواهد شد، برای اکثر کشورهای جهان مهم است. در ولایت هایی که سالها گواه جنگ بودند، مردم خوشبینند که با روشن شدن نتایج انتخابات آمریکا، واشنگتن به روند سال در افغانستان بیشتر بپردازد. طبعاً چی دغه انتخابات په افغانستان په جګړه باندې، خصوصا په دغه سیولات باندې لکه په هلمند په دې باندې تاثیر گذاره دي. دغه روانه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، باید دغه جګړه موږ ته ختمه کړي. اما همسویی دیدگاه های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا درباره بیرون ساختن نیروهای این کشور از افغانستان چیزی است که آینده جنگ و سال را در کشور تا اندازه زیادی ناروشن می سازد. به همون شکلی که آقای ترامپ علاقمند است که نیروهای آمریکایی را از افغانستان به صورت کامل خارج بکنه، آقای بایدن حتی در زمانی که معاون آقای باراک اوباما بود هم نظر نبود با رئیس جمهور اوباما برای افزایش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان. اساساً در انتخابات و بعد چه نه بعد دی در امریکای پیشاست که زه یقین دارم چه مور بزینی مثبت او منفی تغییرات وینو. شاید بعضی شان در افغانستان په ضرر وی، بعضی شان یې په ګټه وی. در چنین اوضاعی طالبان به توافق صلحی که با امریکاییان بستند دل خوشند و بر عملی شدن مواد این موافقتنامه از سوی دو طرف تاکید دارند. کومه توافقنامه چې تنیمای پور تقریبا عملی شوی ده، هغه باندې عمل شوی دی. د امریکایانو د وټلو هغه باندې شي تقریبا وټلی دی، یوسای پاتې دغه به وزیر سره. به باور آگاهان، طولانی شدن جنگ امریکا در افغانستان همسویی‌های را میان سیاستگران امریکایی به میان آورده است. همسویی‌هایی که باعث شدند گمان نرود که پس از روشن شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم دگرگونی چشمگیری در سیاست آن کشور در برابر افغانستان پدید آید.